با سلام خدمت مردم آگاه و همکاران عزیزم. دوستان، همچنان که می دانید، ناکارآمدی مدیریتی و بحران‌های حاکم بر سیستم آموزشی کشور باعث شدند که نه تنها مشکلات آموزش و پرورش لاینحل باقی بمانند، بلکه هر روز بر میزان آنها نیز افزوده شود و مطالبات بر حق معلمان و کنش مطالبه گری و عدالت خواهی فرهنگیان پاسخ درست و منطقی دریافت نکند. همین امر موجب شده راه بیشتر از قبل برای برخوردهای قهری و خشونت آمیز و غیر قانونی با جنبش مطالبه گری معلمان و با فعالان صنفی هموار شود. بر همین اساس جمع قابل توجهی از همکارانمان، از معلمان خوشنام و دلسوز در استانهای فارس، کردستان، تهران و جاهای دیگر در بازداشت به سر میبرند و برای عده کثیری نیز پرونده هایی ساخته شده فقط به جرم خواسته های برحقی که دارند برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش، برای دفاع از حقوق حقه معلمان و دانش آموزان. ما خواهان رعایت قانون و اجرای قانون در مورد وضعیت دوستان بازداشتی من هستیم. حقوق حقه آنان به درستی رعایت شود، آنچه در قانون اساسی اومده است. از بخش منطقی حاکمیت انتظار می رود برای حفظ جان دوست و همکارمان، سخنگوی شورای هماهنگی و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان آقای اسکندر لطفی، که در اعتراض به سناریو سازی فکاهی و غیر قانونی صدا و سیما و کیهان و در اعتراض به اقدام خودسرانه برای اعتراف گیری اجباری در پنجمین روز از اعتصاب غذای خشک خود به سر میبرد، از آنان انتظار میرود برای حفظ جان ایشان اقدام عاجل به عمل آورند. شاید فردا دیر باشد. بدون شک در یک بستر خشونت‌زا هیچ کس مسئول نخواهد ماند و همگان ضرر می کنند. امیدوارم بشود آنچه که باید بشود. با سپاس از همگی.